های، کتاب شعر موسیقی تنز سیاست در برنامه از هر دری سخنی تهیه و اجرا هلن از هر دری خانم هلن عزیز بسیار, بسیار بسیار به استودیوی رادیو را و وب تی هم سفر خوش آمدید و بسیار خوشحال هستیم که این هفته هم شما رو در کنار خودمون داریم سپاسگزارم من هم درودی دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده هفته خوبی رو پای سر گذاشتین؟ بله هفته خوبی بود مثل همیشه یه ذره کار اکسترا ولی خب خوبه دیگه میگذره بهتر که آدم مشغول باشه, باشه تا اینکه هیچی نداشته باشه واقعا آره این هفته ما چی دارین هفته دهه فجر چی از زجر چه خبر آقای آزادی نیست در اینا واقعا واقعا یه جوری هم رفتار میکنن مثلا انگار این انقلاب چی ها داده به این ملت میخواستم با یک پیام از شاهین نجفی این برنامه رو شروع کنم آغاز کنم بله؟ که این پیام به این شکله که پیام شاهین نجفی به مناسبت دهه فجر جا دارد آغاز دهه فجر آغاز سالها و سالها زجر و دخول نامبارک امام امت آن نرینه دائم النعوز اسلام در ملت آن بلدوزر ضد فرهنگ آن بنیانگذار نوین خدعه و نیرنگ آن دراکولای جماران آن قبرکن شبانه خاوران و آن ویرانگر ایران را به همه دلسوختگان و مدافعان شرافت و انسان تسلیت بگویم درود بر شاهین نجفی برای این پیامش که فکر میکنم خیلی واضح بود هر چیزی رو که باید میگفت در کمترین کلمات خلاصه کرد آقای محمد خاتمی آقایی که ایشون خودش چند سال رئیس جمهور بود 8 سال ایشون در سخنانی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرده که انقلابی بودن ذاتا ارزشمند نیست وی اظهار امیدواری کرد که با نگاه به آینده حصرها و محدودیتها رفع شود وی همچنین متذکر شد که هر انقلابی لزوما مثبت نیست حالا من به عنوان ایرانی به عنوان کسی که تو این جهنم بودم جهنمی که اینا ساختن نه منظورم ایرانه جهنم حکومتی شما هشت سال سر قدرت بودی هشت سال قدرت تمامی هم که میزنی به خاطر اون دو نفری که تو هستن یعنی اگه اون دو نفر بیان بیرون برای شما دیگه بیخیالیه اون همه جوون بهشون تجاوز شد کشته شد اذیت شدن اونا برای شما هیچی در ضمن شما که اینقدر الان یه دفعه روشن فکر شدی خودت هشت سال چه کار کردی مگر در زمان شما آقای خامنه خاتمی مگر این نبود که دانشجوهای ما رو از بالا پرت میکنید پایی میگفتن یا زهرا بله بله مگه در زمان خودی تقدیم خود... می‌کردن آره دیگه می گفت یا تقدیم, آن آن زهراب تقدیم به زهرا از طبقه چهارم پنجم سوم مینداختن پایین بعد خود ایشون رفت تو دانشگاه جوانای ما دانشجو ما اعتراض کن گفت که نذارین من نگهبانا رو صدا کنم نمیدونم نظر اون رو سگم پیدا شه چرا از این حرفا دیگه حالا من نقل به مضمون میکنم خب شما که حالا یه دفعه چرا همتون از سخنان آزادانه و همچین از مخالف حسرین مگه شما کم جوون ایرانی رو تو زندانا نگه داشتین حالا مخالف هستین به خاطر که دو نفر از خودتون همونی که میگه آقای امام دوران طلایی امام <applause> یا آقای هم به نام هنری پرکت اگه درست گفته باشم رئیس بخش ایران قسمت وزارت خونه امریکا بوده که در زمان آقای خمینی اومده ایران ایشون برگشته گفته ما فریب خمینی رو خوردیم ویکتور تامس گفت ما مثل فردی نابینا بودیم که میخواست بدن یک فیل را توصیف کند به عبارت یک جورهایی به حرفایی که هر روز در رسانه های رسانه ها در مورد وی زده میشد ما نگاه میکردیم یعنی چی یعنی میخواد بگه آقا رادیو بی بی سی رادیوهای دیگه که آقای خمینی رو بردن و گذاشتن تو ما ما رو گول زدن آقایون سیاسی کشور ما ما رو گول زدن حالا من موندم که چرا بادی کسی که اینقدر اداش میشه باد گول این افراد بخوره واقع. البته خب طبیعی ما همه مللاتی رو یادتون میاد که فیل بله. رو که سه نفرشون ببینن بله. بله 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 آره حالا اتفاقا یه موردی در نوشتم حالا م... یه بار دیگه میگم ولی حالا منظورم اینه که به همون فیل اشاره کرد که تو تاریکی هر کسی یه ت... یه یک تشبیه کرد یکی پاشو گرفت یه تشبیه کرد که گوششو گرفت بعد که چرا روشن بودیم با بابا یه فیل بیشتر نیست بله خلاصه اینام هم آقای خمینی اون جریان اون فیله تو تاریکی بود که ما متاسفانه ناروش خوردیم بد هم خوردیم آیت الله جوادی آملی در قوم در مسجد اعظم قوم گفت شرکت در 22 بهمن باید صورت بگیره همه هم باید وضوع بگیرن آه. به حد این عمل مقدسه بدون وضوع هم کسی نباید بره ها چگاه مخواه تو راه پیمایی باید با وضوع رفت برای که میگن این راهپیمایی راهپیمایی عادی نیست یه مقدسه چرا مم. چون میخواین تثبیت کنیم برای سی و شیش و مین بار که نظام مقدس جمهوری اسلامی رو ولی زوری مردم مثلا آره. بعد فلان کارن. آره دیگه <applause> مثلا بعد اتوبوس میبرن <applause> مدارس و معلم و شرکت ها رو چه میدونم کارخونه رو تهدید میکنن که اگر کار کنن بعد اینا میخوان همه وضو بگیرن و که مقدسه واقعا ببخشید من میگم ولی روتونو برم اه... غلام, علی... غلام علی حداد عادل که معرف حضور همه شما هست ایشون میدونی که دخترش زن مشتبه است مشتبه خامنه ای مم. یعنی دختر ایشون با پسر آقای رهبر وصلت کردن ازدواج کردن ایشون برگشته البته خودش هم مشاور آقای خامنه ایه گفته که پیش از انقلاب حالا جالب اینه خود این یک دانش یک درس خونده یک چیز بوده ها. یک جزء قشر با سواد اون موقع ما بوده ما چقدر بیچاره بودیم بعد ایشون برگشت اصلا میگم پول چقدر آدم ها رو عوض میکنه ایشون برگشته گفته که پیش از انقلاب ایران در هیچ یک از حوزه های سیاسی فرهنگی نظامی و اقتصادی و علمی استقلال نبوده یعنی <applause> شما تا آخر حرف رو بخونین دیگه محمود علوی وزیر اطلاعات هم گفته که اساس کار مملکت مملکت داری باید بر پای حلال و حرام باشد و نمیتوان برای نظام برای حفظ این نظام یا نظام جمهوری اسلامی کار حرام انجام داد ساعت خواب شما همه از اول کارتون حرام بوده تا حالا از اولش دروغ بوده حالا چطور شد که شما اینا رو میگین میگم دهه فجر و باید بگن دیگه یک آقای احمد خاتمی اون یکی اون اون وحشتناکه که همیشه هم امام جمعه موقته که این شما رو ثابت میگیره ما نمیدونیم سی و شیش ساله شما رو موقت این مرد دقیقا. من واقعا به جاش دلم میسوزه و بعضی خود به احساس میکنم این توهین و تغییر رو نمیخوام به پذیر آقا جان برو یه دفعه با اون رهبرت صحبت که از حالت موقتی درت بیارن ایشون برگشته گفته که یک مسئول جمهوری اسلامی شرف داره به کل حکومت پهلوی حالا با ببین سی و سال گذشت ببین چه ترسی اینو دارن دقیقا. او که چه ترسی دارن خانوادهشم که از هم پاشیدن پسرشم که اصلا فقط چهار تا مصاحبه در سال انجام بده و بی خیال اصلا شما برای کین هم چرا میترسین؟ تمام مخالفاتون هم که کشتین ملت که این, ک... این که کینه شطوری رو نمیدونه واقعا که رفت دیگه واقعا دیگه که هی hey, میخواد مقایسه کنه ما بهتریم در صورتی که چون میدونن بدترن واقعا واقعا اینو... نیازی نیست من اگر خوبم یا بدم دیگران که اطرافم هستن اینکه خودم بخوام از خودم بگم که فایده چون نداره یه کار صحیح که انجام ندادن در این در بله. مملکت که متاسفانه میگم این جوریه آقای یا آقای هم هستش به نام آقای هادی صادقی معاون فرهنگی قوه غذای ایران گفت ممنوع کردن ازدواج دوم و سوم مردان انکار قرآن است و هیچ قانونی نمیتواند چنین ممنوعیتی رو اعمال کند یعنی اگر قانونی گذاشتن که گفتن که مردی نباید بیشتر از زن دوم و سوم داشته باشه یعنی این خلاف قرآن عمل کرده و علنا جلوش ایستاده و خودش هم تو قوه قضایی کار میکنه راست میگه دقیقاً من بنا... میگه بله. خدا گفته قرآن گفته Janeiro> صحیح شما هر کاری میگه هاتو راست کاملا و به نظر من من میگم از حقیقت ببین آقای آزادی من تمام اینا رو میدونم ولی من از اون اونی رو ترجیح میدم که بیاد قشنگ پوسکنده بذار جلو نه یکی برده مال به مال و هی ماتیک سرخاب کنه والا این جمهوری اسلامی که میخوان اینا اینا دارن ماتیک سرخاب شه مثل همین آقایونی که بیرون از کشورن و لابیگری میکنن برای جمهوری اسلامی و سنگ به سینه میزنن و خاتمی رو یه بار میکنن پیغمبر خدا و چه میدونم بعدش آقای روحانی رو میکنن بابا جان روحانی رو دیدین دیگه الان چند وقته یک سال خورده گذشتی دیگه داری میبینی دیگه و اینا متاسفانه فقط بلدن ماتیک سرخاب کنن این حکومت رو نه آقا جان رو،, رو که پوسکنده بگین این آقا حرفش رو زده به نظر من خیلی قابل تقدیره یه گزارش هم بی بی سی داده که این خیلی برای من واقعا عجیب بود که به گزارش بی بی سی به نقل از یک وبسایت عربی به نام العربیال جدید یا جدید مستقل در لندن نوشته شده که گفته خریدارانی کسایی هستن حاضرم پول بدن از ایران اسرائیل کویت اینا در حال رقابت هم دارن به سالا تو بودی ایونی یا چی همین توی مبارزه رقابت پولی برای چی که چی بخرن تناب اعدام صدام حسینو باورتون میشه برای در... آخ من نمیدونم میگن که میخوان این تناب صد... چه... تنابی رو که صدام حسین رو باش حلقاویز کردن بخرن حالا من موندم کویت و... حالا عربا رو میتونم بفهمم شاید مثلا بعد میخوان حالات یه سری طرفداراش تقدس بدن و بعد اونجا رو یه امامزاده کنن و اون تنابرم بزنم مردم اینه که طرفدار صدام هستن چون میدین خیلی طرفدار داره و میگن پیدا کرده متاسفانه بعد از اون جریانات اخیر که مردم اینقدر احساس ناامنی میکنن میگن یه عده الان دوباره برگشتن دارن میگن خدا بیامرزتش حرفایی که داره تو کشور ما به خانواده پهلوی میزنن دقیقا. آره حالا اونو من کویتو میتونم بفهمم ولی اسرائیل و ایران دیگه چرا من اینو نمیتونم بفهمم خلاص الان رقابت شدید هست برای خریدن تناب دور گردن آقای صدام حسین آ بابا من خریدن خرید میخوان یه چندین میلیون رو خارج کنن دیگه احتمالاً دیگه میگم اصلا یه چیزی توی این کاخ چه... بعدم آقا چه معنی داره که اینو بفروشین خب اینم سر به نیست میکردین میرفت خب نه آخه یه خودشون هم یه اشکالایی دارن دیگه اون کسی که این کاری میکنه واسه بدون یه یه, جایی، جای یه جای قاطیه دیگه اینا یه, یه منافع منافعی هست آقای آزادی همش راجب به پوله ]なるほど. اه... یک گزارشی رو میخواستم از ترکیه براتون بخونم دولت ترکیه از طریق احمد داوود اغلو وزیر امور خارجش در سوم فوریه همین سال جاری اعلام کرد که به مدت دو ماه 6 هزار دلار از هزینه سوخت هواپیماهای حامل گردشگران ایرانی و روس رو پرداخت خواهند کرد <applause> یعنی یارانه سوب... میده آره دیگه بهشون میدن <applause> به بگ... گفته وی چرا دلیل داره اینا ترکا دلشون برای ما نسوخته که دلیل داره به گفته وی پایین آمدن ارزش روبل روسیه میدونی روسیه بعد از این جریان تحریما اونا هم داره بازش تقلق شده داد. و بسیار ارزش پولیش اومده پایین اون روبل خودشون بعد ترکیه از این بیم داره که کاهش گردشگران روسی پیش بیاد چون اگر این گردشگران روسی تعدادشون کم بشه خب بلاز اقتصادی برای اینا بده و بعد همین در همین مسئله هم شامل ایران میشه چون ما درسته داریم هی میگیم نه تکون نخورده و سعی میکنیم ولی واقعا وضع داخل ایران بسیار خرابه بلاز مالی به خاطر همین اینا میخوان اون پول رو به یه حالت سوبسید بدن یه به قول شما یارانه بدن که اینا هواپیماشون بره و بیاد که توریستا رو ببره بعد آماری که دادن جالبه میگه طبق آمار وزارت گردشگری ترکیه در سال 2013 نزدیک به چهار میلیون و 500 هزار گردشگر روس از ترکیه دیدن کرده شما چهار میلیون ببخشید از میخوام چهار میلیون و 500 هزار شما 4 میلیون 500 هزار تا شما حساب کنید هر کدومم که اگه 10 هزار کرون ما خرج کنن چه پولی میشه برای اون کشور و بعد گردشگران آلمانی در همون سال 5 میلیون بوده 4 و نیم روس بوده 5 میلیون آلمانی بوده و حدود 5 میلیون ایرانی 5 میلیون ما گردشگر ایرانی داشتیم به ترکیه که بیشترش هم میگه در تابستان و در ایام نوروز صورت گرفته و به خاطر همین که اینا تقریبا یه چیزی حدود 15 میلیون انسان 15 میلیون پول شما حساب کنید هر نفری هم که بخواد 10 هزار کرون من خودم پارسال رفته بودم یه چیزی نمیدونم حال تو بری حداقل 5 6 هزار کرون 10 هزار کرون خرج هر نفر میشه. باور کنید من فکر می کنم 6 هزار دلار اصلا پولی نیست با رو پول نیست بابا تا پول رو خرج, خرج کرد وقت اومد من باورم نمیشد خلاص ایشون هم آره اینا میخوان این کارو بکنن اینا ببین اینا سیاستشون الان تازه بیدار شدن هی hey, که ما داریم میریم پایین اینا هی دارن میان بالاتر اینا تازه یاد گرفتن که توریسم یک صنعت پول سازه واقعا. و ما این همه سرزمین ما رنگارنگ و از هر چیزی ما درش در اون مملکت به نحو احسن نشو داریم و متاسفانه ازش استفاده نداریم دیگه به خاطر چی بخاطر خاطر اون خانم اومد یه ذره روسری سرش نبود اون لچک رو نداشت تمام یا اگر اون آقا اومد می‌خواست یه نازک تنش کنه چه شلوارک پاش کنه دیگه بیچاره است مگه مبادا وقت اسلام تکون میخوره دیوارای ایران میریزه دیگه آقای ظریف در رابطه با مسئله اعدام در ایران هم به بی, بی بی سی یه حرفی زده که واقعا خنده داره گفته که ازش پرسیدن که آقای ظریف شما نسبت به اعدام ها چه نظری دارین چرا در ایران اینقدر اعدام میکنن گفته که آره ما اعدام میکنیم ولی اعدامایی که ما میکنیم بیشتر قاچاق واقعا که آدم نمیدونه باید با با هوای آره آره حالا اصلا قاچاقچی میکشی شما جلوشو بله متاسفانه میگم یعنی اینم اینم از دولت بماند دم بماند که ریختیم تو خیابون چی, چی دولت, دولت, امید و امید و شو... اه... چیز میگه این طرف چه اح... تقدیر و امید تقدیر و امید, تقدیر و امید. <laughs> اینم از اینش که ریختیم تو خیابون میگم که حالا ببین شما اگه فردا این همه زن و دختر بیان با هفت قلم آرایش رو سری و عقب اگه کسی بهشون گفت جیکش در اومد به که میخوان دوربینا مردم رو ببینن برای که میخوان این تصاویر رو به دنیا بفرستن بگم ما طرفدار داریم شما فردا برو با یه روسری به قد کف دستت اگه کسی به چیزی گفت نه یه هفتا هفتاد قلمم آرایش کن من این درو بازی رو این دوگانگی رو من نمیتونم بفهمم کودکان ایرانی هم چهار سانت قدشون کوتاهتر شده متاسفانه و خرابی دندان در بین کودکان و بزرگا بیداد میکنه و متاسفانه متاسفانه این مسئله خیلی هم زیاد شده در بین ملت ایران در ایران 157 هزار مرکز قانونی یعنی 157 هزار مرکز قانونی جرای پلاستیک وجود داره ولی یه چیز حدود 7 هزار مرکز غیر قانونی هم. که اکثر اینها برای کاشت مو هم تبلیغات میکنن خواهشن خواهشن اگر شما قرار برین ایران قرار برین موهاتون رو بکارین خیلی هم کار خوبی میکنین نوش جونتونم اما لطفا پیشی که کسایی برین که ریسک نکنن فردا عفونت و بدبختی براتون به وجود برن چون بسیار گزارش دردناکی رو من خوندم یک چیز جالب هم که خوندم آقای آزادی اتوبوس های داخلی شهر فکر میکنم کرج بود اگه آره اجازه ندادن که پرده نصب کنن پرده برای چی نصب کنن پرده تو اتوبوس معمولا میزن دیگه تو ایران همه اتوبوس پرده دارن که آفتاب نه آره که آفتاب بخاطر گرمای شدید و آفتاب سوزناک ایران اجازه ندادن به اینا که پرده نصب کنن الان خودش یه مسئله شده که کلی دارن جر بس میکنن برای من جالب بود که چرا مثلا فکر میکنن که چه اتفاقی میفته اگه پرده داشته باشه واقعا نمیدونم اینا آقایون زدن سیم آخر دید. واقعا نه شاید این میخوان آقای آزادی نه بابا شکل واحد دیگه این که مال خودشونه آره هفته گذشته جای دردناکی اینه که ما همیشه میگیم که مثلا این خانواده رفته بودن یا مثلا در هلند الان ممنوع شده کسایی که میرن اف... کشور آفریقایی یا اون کشورایی که مسلمانن و دخترار رو خط نمیکنن هلند اینو ممنوع کرده و هر کسی که بره بیاد اونجا به آماین پزشکی میشه یا اگه بفهمن خلاص یه قوانین سختی گذاشته این برای ما خیلی عجیب بود برای خود من به یه ایرانی من اولین بار این ور دنیا شنیدم اما متاسفانه در کشور ما این مسئله هست بوده و هست یک خانمی به نام رایه مزفریان یک کتابی نوشته که امیدوارم این کتاب در سوئد پیدا بشه به نام تیغ و سنت این کتاب این خانم گشته تمام در ایران جاهایی رو که به این مسئله دردناک رو چرا هم اینو من عنوان کردم چون هفته پیش روزی بود که این به مناسبت روز مبارزه, روز مبارزه با ملول نا... کردن دختران ناقص سازی جنسی بوده بله. بله که این خانم این کتابو داده بیرون و آفرین درود بر این خانم که این کار کرده و بله. متاسفانه یک ارقامی رو داده که بسیار ترسناکه آره ترس پنجاه درصد نوشته کردستان پنجاه درصد کردستان هشتاد و سه درصد قشم در ناحیه هرمزگان قشم این کارو میکنن و من واقعا متاسفم متاسفم اینا اینجا حالا من, من یه خبری هم بر روی سایت هم سفرادی نقطه سی گذاشتم در اونجا نوشته که سازمان بهداشت جهانی میگه که همین سر همین جریان گفته که 28 کشور آفریقا ام. که عمدتا در جنوب آفریقا قرار دارن به اضافه عراق، اقلیم کردستان، ایران، سریلانکا، سنگاپور، مالزی، اندونزی، فیلیپین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، هند و پاکستان در آسیا جزء کشورهایی هستند که عمل ناقص‌سازی جنسی زنان در اون انجام میشه. بله. میگم من شنیده بودم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم در ایران البته این قسمت کردستانش هم همه کردستان نیست بعضی نواحی هستش که اینا تونستن شناسایی کنن که با... کجاست با... ولی 50 درصد هست و از بعضی نوشته از نوشته که در کشور آلمان تا کنون آلت جنسی سی هزار دختر ناقص شده و 5000 دختر نیز در معرض این خطر بوده. من فکر اونایی که حالا برمی‌دارن میبرن و بله و و, و در ناکتر از همه اینا اینی که خیلی از این کودکان رو مادران بله مادران درخواست میکنن و متاسفانه متاسفانه اونا هستن که دست این کودک رو میگیرن و میخوابونن و میدونی که میگه که بله. از هر چهار دختری که این عملو باشون انجام میدن یکیشون میمیره بله متاسف متاسفم متاسف متاسف واقعا میگم بازا, بزن. بزن, بزن، بزن. بزن. ما بزن. این مملکت رو داشتیم بعد خیلی از آقایون با تمام احترام که من برای همه آقایی دارم و من مطمئن هستم که در آینده ایران همه باشن و خیلی از آقایون چپی ما و روشنفکرای ما فکر میکردن که بایستی ما مملکت ما از این قشرم داشت و ما میخواستن که قوانین بلژیک رو در ایران پیاده کنن چرا مثلا خانواده پهلوی قوانین بلژیک رو پیاده نکردی یا چه ببین مسئله این جامعه است جامعه که هنوز هنوز که هنوزه ببین این مسائل درش هست بعد اینا انتظار... چه انتظاراتی داشتن و هر جهت یک نامه از بنی رو در بالاترین برای من یک دوستی فرستاده که نوشته در سایت بالاترین صحت و سقمش رو من نمیدونم ولی برام جالب بود میخونم امیدوارم که نباشه چون برای من یه ذره عجیب بود اما از اونجایی که آقای بنی صدره باز میتونم شک کنم اه اه آقای بنی صدر نوشته قرآن شرایط سوزاندن افراد را تعیین کرده است متنش اینه ابوالحسن بنی صدر در رابطه با اون خلبان اردنی هستش که آتیشش زدن ابوالحسن بنی صدر میگه اینو شنیدیم که داعش یک خلبان اردنی رو در قفس آهنی سوزانده که نحوه نحوه اجرای آن با اسلام اصیل کمی تفاوت دارد از آنجا که اسلام کامل ترین دین است برای سوزاندن افراد چند شرط گذاشته که به قرار زیر است نخست اینکه اجرای حکم باید در یک گودال باشد نه در قفس آهنی چنانچه حضرت علی علیه السلام مجرمان را در گودال می سوزند، نه در قفس دوم اینکه مجرم باید حق دفاع از خود داشته باشد بنابراین یک پتو باید در کنار شخص باشد که شخص بتواند با تلاش کردن خود را خاموش بکند حالا چه دلیل داره که به آتیش که به یه پتو هم کنارش بذارین سوم اینکه حکم سوزاندن در یک دادگاه اسلامی و توسط حاکم شهر باید صادر شود چهارم این که ماده آتشزا را باید مانند صدر اسلام از هیزم باشد نه مواد آتشزایی که به سرعت عمل میکنه پنجم اینکه که قرآن گفته ائمه کفر را مجازات کنین بنابراین اون شخص خلبان ائمه کفر نبوده بلکه پادشاهشون ملک عبدالله ائمه کفره اون یک شخص بیگناه بوده ششم این که اگر آن فرد, آن, آن فرد مسلمان زاده باشد باید, با، باید بر پیکر سوختهش نماز میت خواند و به روش اسلامی دفن شود نه که دیدین که اون یه دونه بلدوزه رو بردن و خاک رو ریختن نروش یعنی همون جوری اون خلبانی بیچاره رو خاک اطراف ریختن نروش که میگه نه این غلطه به جای اینکه مانند داعش با بلدوزه روی جنازه خاک بریزید باید به روش اسلامی دفن میشد و چون نیروهای داعش این شرایط را این قسمتش که یه مقدار منو به شک انداخت که آیا واقعا آقای بنی صد گفته اگه گفته وای به حال ما که یه روز این رئیس جمهور ما بوده بعد گفته که نیروهای داعش چون این شرایط را رایت نکردن بایستی کفاره پس بدن یا بایستی چند مسخال طلا بدن یا با 60 روز روزه بگیرن یا با 60 فقیر را قضا و, و یک وعده خوراک بدن خانم این چیزهای اسلامی رو چون خودش بچه خون بوده آره, آره ده... ولی جالب شما اون عکسی که من روی سایت هم سفر رادیو نقطه سی گذاشتم اون دیدین عکسی که یه خانم روسپی رو اول انقلاب آها آره, داره آره،, آره, داره داره. آره 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 آره, آره خانم مگر نگرفتید دستمون مگه اول انقلاب دقیقاً اتفاق من هم روز برنامه شما رو گوش می‌کردم انقلاب گرفتین دستمون دقیقا نه بعد نه پیش خودم میگم آقای آزادی 470 انسان بیگناه من همون روز در آبادان بودم قرارم بود برم سینما 470 تا آدم بیگناه رو, رو, رو تو سینما رو مگه نسزوندن مگه به خاطری که خودشون رو نشون بدن صداقتشون رو نشون بدن اون رژیم رو بد نشون بدن کارگره آبادانی رو مجبور کنن چون نفت سر راه بود یعنی سر کار بود همه چیز هیچ کارگری تو آبادان چیز نکرد اعتصاب نکرد اینا به خاطر که این کارو بکنن و اینا رو به قول خودمون جری کنن و بندازنشون به جون هم دیگه و بعدم این برنامه رو در بیارن مگه 470 تا آدم بیگناه و قربانی کردن چون اینو گذاشتن تو یوتیوب ما دیدیم خیلی برام دردناکه ولی تا مدت ها یعنی اون کسایی که آخر سر رفتن تو بعد از ساعت ها پاهاشون آقای آزادی توی چربی این آدما گیر میکرد نمیتونستن را برن پوتیناشون کارپلان آتیش خانم که کلاس فقر... Uh, همین استادای دینی و اینا مثلا همین مثلا حجت الاسلام مثلا راهمی اینا من تو همونجا گذاشتم حد ارتداد سوزاندن رو به صلیب کشیدن حد لواط بله. سوزاندن رو پرتاب کردن از کوه و خراب کردن دیوار بر سرشونه حد بله. زنا سنگسار رو نمیدونم بله, میگم خب از, خب از اون جایی که این ذهنیت هست برای همین من اینو میگم بازم صحت سرخمش با اینو برای من فرستادن ولی از اونجا که این شخص فرد مذهبی از اونجا که من میدونم که درست میگه میگه اسلام اینو میگه آره درست و, درست. و مگه همین نبود که میگفت موی زن نبات پیدا باشه حالا بعدش عوض کرد حرفشو ولی نه همین بود مگر همین نبود مثل آقای مخمل باف آقای مخمل باف زمانی که تو ایران بود با تمام احترام حالا اومد بیرون عوض شد ولی بلا... چه فرق میکنه اون مملکت رو غرقش کردن بعدم خودشون فرار کردن آقای مخمل باف کسی بود آقای آزادی اون زمان که فیلم میخواست درست کنه میگفت مم. اگه یه خانم هنر پیش مرد یه زن میاد باید سیغه بخونم قبلش <تصفح> حتی با چادر و رو روسری توی فیلم چون به هم نزدیک میشن و دارن نقش بازی میکنن با سیغه بخونن حالا همین آقا اومده بیرون میگه که من متاسفم ولی از همون دیدگاه می میشه بارد. در مورد آقای بنی صدرم همین فکر رو کرد. آقای آزادی یه مقدار از اون موزیک رو ما بشنویم و بعد اگه بشه ادامه بدیم به بقیه اگر فرصتی باشه. سندرست. وای دل چی از کار این زمونه حسرت کیشی دار ساخت خدا میدونی وای وای خدایا وای وای خدایا بله خانم هیدن نظیم مرسی که آهنگ به این زیبایی رو انتخاب کردین برای وسط برنامه یادش بخیر من فکر کردم شاید این بهترین چیز باشه که بتونی یه ذره از مشکل چه میدونم درد ما رو بگه ولی واقعا واقعا 36 سال گذشت آقای آذر متاسفانه 36 سال یک مطلب میخوام از آقای صادق تباتبایی طبع براتون بخونم که در کتاب خاطرات خودش نوشته این من صادق صدا صادق تباتبایی بود که با آقای خمینی اومد بعدم دیدین که به چه شکل فجیع هم اونم... صادق اوا بله. صادق صدا و صادق ابا و صادق اوا این صادق اینا ولی این صادق تباتبایی کسی بود که الان اوست دیگه میدین اصلا حتی عکساش هم دیگه وجود نداره در کنار آقای خمینی و دارو دسته هلا کمپانی الان حتی عکسش هم برداشتن و ایشون یه کسی بود که فریب همین آقایون خورد ولی خب متاسفانه به دست خودشون هم کشته شد میگه که در یکی از روزهای این از خاطراتش ها در یکی از روزهای بهار سال 31 که نوجوانی نه ساله بودم گروهی از طلبه های جوان و سیاسی از تهران عازم قوم شده بودند نواب صفوی و یارانش قصد دیدار با آیت الله بروجردی را داشتند که ظاهرا ایشان آنها را نپذیرفته بودند از پدرم شنیدم که چند روز بعد که اصحاب آیت الله بروجردی علت این رفتار را از ایشان پرسیده بودند ایشان ازش پرسیدن که چرا اینا را نپذیرفته میدونی که نواب صفوی برو بروی داشت و یک قاتل بلفطره مگر دو بار سوء قصد نکرد به جان احمد کسروی و ایشون قاتل بود و هر کسی خلاف به نظر خودش خودش قاضی بود و میکشت که بعد متاسفانه که از خیابونا اونم به اسمش گذاشتیم که البته خب به این گروه میخوره هم هم باهم. پیمانه و هم پیاله این گروهه خلاصه میگه که چرا نپذیرفتی این آقای برو... از آقای بروجردی از ایشان میپرسن که چرا این افراد رو به حضور نپذیرفتید ایشان در جواب میگن که این آقایان میخواهند شاه را بردارن و امثال شما روحانیان را جایگزین کنن به مولای دیگه میگه روحانی دیگه میگه شخصی که ظاهرا مرحوم آیت الله کبیر از علمای بزرگ و از فقه های برجسته بود میپرسه یه آقایی بود که اونم از آقایون خیلی مثل خودش رد رده با بالا بود میپرسه خب حالا چه اشکالی داشت آیت الله بروجردی اینو میگه میگه بزرگترین اشکالش اینه که شاه با اسلحه توپ و تفنگ به جون مردم میفته یعنی مم. انکار نکرده میگه شاه آدم کشه جنایتکاره اما این جالب بود بر من این نکته اساسیش که من فکر کنم خود تبا تبایی هم رسیده بود بهش میگه که با این وسیله به جان مردم میفته و مقابله میکنه ولی اگر شما روحانیان یا روحانیون به جای او بشینید اسلحه شما ایمان و عقیده عقاید مردمه که به جان مردم اونو میندازین و با این اسلحه نمیتوان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته میشه ایشون حالا توی مطلب خواسته بگه که مثلا دلسوز عقاید مردم بوده ولی در حقیقت یک حقیقتی رو گفت که الان بعد از 36 سال که یا آقای تبای تبایی رفته پوسیده کتابش پابرجاست این ما الان بهش رسیدیم که عقاید و دین مردم چجوریه چه با, با چه ضربه یعنی ببینید اگر مسئله عقیده نبود من فکر میکنم اینا خیلی زودتر از اینا رفته بودن و متاسفانه این از عقاید یک سری آدم های ساده دل آدم هایی که نمیدونم چی باید گفت بهشون از اونا سو استفاده کردن و تا حرفم میزنی حربه اسلام و ضد خدا بودن رو میارن جلو واقعا. واقعا. و جای تأصف داره واقعا جای تأصف داره یاد دارم در غروبی سرد سرد میگذشت از کوچه ما دور گرد داد میزد کهن قالی میخرم دست دوم جنس عالی میخرم کوزه و سفال و ظرف سفالی میخرم گر نداری شیشه خالی میخرم عشق در چشمان بابا حلقه بست عاقبت آهی کشید بغزش شکست اول ماه هست و نان در سفره نیست ای خدا شکرت ولی این چه زندگی است سوختم دیدم که بابا پیر بود بدتر از او خواهرم دلگیر بود بوی نان تازه هوشش برده بود اتفاقا مادرم هم روزه بود صورتش دیدم کلک برداشته دست خوشرنگش ترک برداشته باز هم بانگ درشت پیرمرد پرده اندیشه ام را پاره کرد دوره گردم کهن قالی می خرم دست دوم جنس عالی می خرم کوزه و ظرف سفالی می خرم گرنداری شیشه خالی می خرم خواهرم بیروسری بیرون دوید گفت آقا سفره خالی می خری؟ این وضعیت ملت ماست خیلی از ملت ما خیلی از زیبا خونده نشد من چه دکلمه قشنگی هم که این وضعیت خیلی میلیون ها میلیون ها آدمه متاسفم میگن یه دوستی برای ما خانم نوشته که اون صادق قدزاده بود که کشتنش نه صادق تبا که الان ایشون در خارج از ایران زندگی میکنه صادق اوا در واقع یا همون صادقه صادق صدا نه صادق صدا رو کشتن میدونی که یه ست صادق بودن دیگه میگن صادق صدا و صادق اوا و صادق ابا صادق خلخالی که مرد بله. صادق قدزاده رو ام. کشتن این یکی هم که فعلا خارج از کشور. این دوستی بر ما بله. سپاسگزارم ولی به هر این از خاطرات خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادان فریاد میزنن آزادی آزادی <applause> آزادی و آبران خسته میپرسن آزادی چند آخی. و من آبری را دیدم که از رانده سال میکرد آزادی کجاست راننده گفت رد کردی آزادی قبل از انقلاب بود <applause> بسیار, زی. بس بله بسیار بله <applause> خب می‌سی که من زیاد وقت ندارم آقای آزدی درست میگم شما چرا شما حداقل نه دقیقه چه خوب بس خوبه. عالیه <تصفح> <تصفح> چون میخوام چون من یه ذره از وقت شما رو از اون ور گرفتم اینه که نه بسیار نه نه مسئله نیست 11 عالیه دقیقه نه نه حتما حتما من مطالبم زیاد دارم با کمال میل یک متاسفانه میگم این سعی کردم مطالب که بیشتر به این حال روز میخوره بیارم و برای هم میهنان عزیز هم زبانان عزیز بخونم ولی ولی یک حالا سعی میکنم میگم یه زیر چرا اذیت نه بعضیش واقعا منو متاثر میکنه آقای آزادی وحشتناک منو متاثر میکنه ولی این موضوعم بد نیست که بخونیم شاید به همین دلیلی که ما متاسفانه هنوز عقب عقبیم خیلی خیلی پس افتادیم این گزارش رو وزارت بهداشت خود جمهوری اسلامی بیرون داده گفته که به گزارشی که از طرف وزارت بهداشت آمده خانم تحصیل کرده بیشترین مشتریان رمال ها هستند امروز بیش از 65 درصد افراد مراجع کننده به شیادان که رمالی می‌کنند خانم هستند همچنین وزارت بهداشت اعلام کرد که ده درصد جمعیت کشور طی یک سال نزد افراد غیر متخصص و بی مانند دعا نویس ها و رمال ها رفتن 68 درصد از دختران در فاصله سنی 18 تا 26 یعنی فرزندان انقلاب سالی یک بار دست کم به فالگیر مراجعه می کنند و 83 درصد از دانشجویان و دختران حرفای فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به سراغ اونها رفتن اینو جمهوری اسلامی دادا من و شما نمیگیم که زده انقلابیم صفحه هم هست به نام صفحه علوم قریبه که در مورد قدرت و کارایی مهره مار صحبت میکنه اده رمال که بسیار هم گران هستند و وقت و وقت گرفتن پیش اونا به سختی وقت گرفتن پیش رئیس جمهوره اینها اقدام به فروش مهره مار میکنن و اگر شخص خریدار شخص خریدار مهر مار که اکثرا هم خانم ها هستن جای تاسفه به خاطر اینکه مهر مار اثر اثردار شود خانم میر اونجا مهر مار از این آقای رنبال میخره بعد میخواد اثر داشته باشه دیگه وگرنه یه مهر معمولی با قول خودشون خب باید چه کار کنه اون خانم باید در مقابل آن رمال لخت شود و آن شخص مهره ما را به تن لخت او بمالد تا اثردار شود نه بله این رو اینو رو فقط گوش کنید و چنانچه اثر نکرد مرحله بعدی خانم باید با شخص دعانویس همخوابه شود تا مهره مار اثرگذار باشد <applause> حالا شما خودتون فکرش کنید ببینید ببین... بعد آقای آزادی آگهی میزنن که مهره مار برای فروش داری باورتون میشه بعد کسایی هستن میرن پولم میدن مهره مار میخرن و واقعا جای تاسفه این مهره ماره رو حتما به خاطر اینکه فکر و خیالی که این خانومه برای اینکه این مهره مارش مار بشه چیکارا کرده اینو حتما میرن میخرن نه میرن میخرن آقا میدونی که میگن مهره مار که داشته باشی همه کار درا میفته تو ایران من یادم اون موقع میگفتن مثلا میگفتن طرف ببخشید میگفتن خرموره داری چون طرف خر کردی این اصطلاح بود دقیقه. ماد... یا طرف مهره مار داره هر چی حرفشو گوش میکنن حالا این طرف اینقدر سرخورده و بدبختتون جامعه به خاطر یک سیستم غلط نمیتونه جامعه تو اون جامعه با اون شرایط زندگی کنه پول و پله نداره پارتی هم نداره میره حتما قرض و قولی میکنه که مور مار بگیره بره بشه جز آقایون و اون نورچشمی ها ولی دیگه نمیدونه با جریان از این بدتره این به این چیزا نیست شما اگر پولت به جای مهر مار میرفتی چهار تا کتاب میخونی وضعیت خودت و هم میهنانت نبود هم گربه ای از خانه شیخی مرغی به دندان گرفت و در حال فرار شنید که زن شیخ فقان سرداد و گفت هاجاقا هاج آقا گربه مرغ و برد <applause> شیخ با خونسردی گفت همین خونسردی هاشون که میبینین که ملت خوردن و هیچ شیخ با خونسردی گفت ملالی نیست قرآن را بیاور گربه با شنیدن این سخن بلافاصله <applause> مرغ را رها کرد و گریخت از او پرسیدن تو را چه پیش آمد که مرغ رها کردی؟ گربه گفت شما که اینها را نمیشناسید. الان یک آیه توی این قرآن پیدا میکنه و فردا بالای منبر گوشت گربه را حلال اعلام میکنه. این برگرفته از کتاب عبید زاکانی که من بسیار این مرد رو دوست می دارم نوشتاش عالیه فردا گوشت گربه رو هر بله همه بله،, نسل بله،, گربه بله بله, و بعد یک آه. جالب بود یک تبریکی هم یکی از دوستان برای من فرستاده می نوشته که برای بگو اینو بزرگترین چاه نفت و گاز و بنزین و گازوئیل جهان در پارس جنوبی کشف شد این کشف بزرگ را به مردم سوریه اراق، افغانستان غزه لبنان فلسطین و کشورهای آمریکای جنوبی مثل این چاوز و اینا و تمامی این کشورهای با پوزش من با کسی که گداست هیچ نوع احترامی حقش نیست باشه ولی کلا نوشته که این رو به تمام این کشورهای گدا تبریک ارز میکنیم و از مردم عزیز ایران میخوایم هجاب خودشون رو حفظ کنن فراموش نکنن نهی از منکر کنن روز یک بار هم بیشتر غذا نخورن به گفته آقای جنتی و به مال و منال دنیا هم توجه نکنن به سلامتی بله <applause> خب ما میگن دی... یه بار همین حرفا رو رفت به دایناسورا زد حرفشو رو گوش نکردن نسلش منقرض شد خانه آدم انسان ایرانی بعد نه یه باید. جایی گفته بود من اینو خوندم فقط خیلی تعجب کردم خواستم اتفاقا ضبطش کنم بنویسمش برای شما بیارم گفته بود من 78 سالمه گفتم پس پسرت به این ما فکر کنم پنج بوده نه من فکر کنم نه پنج ساله بود ازدواج کرده حالا میگن خانوما سنش میاره پایین ولی آقا جنتی خانوما بدتره بابا این نمیرالمومنین باور کن اصلا روی شما تخت جمشید رفتین بله بله سربازه ای هستن که دارن به طرف کوروش میرن بله. بله. نگاه کنی امامه داره جنتی میگن دوران کوروش میدارن سربازی شو رفته بابا اون بیچاره سربازه را آقای آزادی به جنتی بقول با برای تطهیرش کنن اصلا اسم جنتی فاسده اسمش با تمام پوزش خب من یک به خاطر این مر... مناسبت هایی که الان هستش همین دهه زجر یک شعری براتون میخونم از جناب مرتزا کیوان هاشمی که بسیار جالبه و اینجا منظورش از باغ ما یا باغ اونها منظورش کشور ماست میگه کرکس و کفتار دارد باغ ما تا بخواهی مار دارد باغ ما بلبلان از باغ ما کوچیده اند جای بلبل سار دارد باغ ما باغ پهلویی ببین گل کرده است ترکیه و دبی گل ندارد این من گفتم ما ترکیه و دبی باغ پهلویی ببین گل کرده است گل ندارد خار دارد باغ ما بر دلش داغ بهاران مانده است حسرت دیدار دارد باغ ما بر خلاف آنچه مردم گفته اند باغبان بسیار دارد باغ ما بوی باروت است جای بوی گل وحشت کشتار دارد باغ ما در میان دهکده پیچیده است دیو آدم خار دارد باغ ما باغ تا باقی شود بار دیگر صد هزاران کار دارد باغ ما وصف باغ ما به کیوان رفته است یک جهان اسرار دارد باغ ما واقعا درود بیا آقای کیوان هاشمی که بسیار زیبا سرودن خب من یک داستان کوتاه و بعد میریم سراغ سخنان آخر و پایان برنامه میگه یک کشیشی یک پسر جوان داشت و کم کم وقتش رسیده بود که در مورد شغل آیندهش فکری بکنه و برای آیندهش شغلی برای خودش تصمیم میگیره و گویا ظاهرا ظاهر این موضوع براش خیلی هم اهمیت داشت این آقای کشیش که ببینه بچهش چه کاری میشه یک روز که پسر در مدرسه بود پدر تصمیم گرفت آزمایشی برای او ترتیب بده یک آزمایش رو ترتیب بده ببینید این اینترسه این پسرش چجوریه این پسر به چی چیزی علاق منده تا بر اساس اون حدس بزنه شغل آینده فرزندش رو به اتاق پسرش رفت و سه چیز رو روی میز قرار داد یک کتاب مقدس یک سکه و یک بطری مشروب پدر با خود گفت من جایی پنهان میشم و منتظر میمونم تا پسرم به خونه بیاد و بعد هر کدام از یک این سه چیز رو برداشت اون موقع میشه تقریبا حد زد که چه در فکر داره پس رفت و قایم شد پسر از دبیرستان اومد و کت رو آویزون کرد و سراسیمی کفشا رو در آورد و به اتاق خودش رفت بعد از چند دقیقه متوجه در, حال... که در اتاقش بود نگاه کرد دید رو میزش بعد از چند دقیقه متوجه که یک کتاب مقدس رو میزش سکه و شیشه مشروب پسر به همه اینا نگاه کرد در حال که حالا پدرم قایم شده داره میبینه چیزا رو پسر یه نگاهی کنجکاوانه به این سه چیز کرد و آهسته کتاب مقدس رو برداشت گذاشت زیر بغل سکرم گذاشت توی جیبش در مشروبم باز کرد و یه قلوپی زد و هیچ پدر که در کموت قایم شده بود و این صحنه رو دید زیر لب با خود نجوا کنان گفت ای داد بیداد چه ای پسر من سیاست مدار میشه بگم میخواد میگه میشه نه, دیگه ما آخوندامون که سیاست مدارن اینا که اصلا چه بحثی درش نیست چون اگه نبودن که نمیتونستن اینجوری سر مردم کلا بذارن خب آقای آزادی قسمت آخری ما دیگه داشته باشیم و دیگه بریم بسیار زیبای از علی روزگار حد اکثری وجود نداره بهتر آدم حد اقل از حد اقلاش لذت ببره آخری. دور باشی و تپنده بهتر از اینی که نزدیک باشی و زننده اگر یاد گرفتی این مفهوم رو در خودت جا بدی هیچ وقت احساس تنهایی نمی دور باش و تپنده نه نزدیک و زننده عجیبه در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومیه به زبون آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی محسوب میشه چرا؟ مهم نیست چقدر بالایی مهم اینی که اون بالا جز لاشخورایی یا جز اقابایی توی ایران ما نه حق دادنیه و نه گرفتنیه بلکه خوردنیه حق خوردن. آفرین خیلی تاسفه واقعا مم. نه دادنیه و نه گرفتنی بلکه خوردنیه باریکل. تپه یادتون باشه تپه وجود نداره که دارای سراشیبی نباشه اگه از تپه رو داریم میریم بالا اون تپه میتونه غم باشه میتونه بیپولی باشه میتونه شکست باشه میتونه طلاق باشه میتونه بیماری باشه یادتون باشه این تپس ولی سرازیری هم داریم ناامید نشید آفاری. برای اینکه پیش قاضی نیستی پیش روش نیستی پشت و سر قانون را برو نه. با سپاس آقای آزادی یک دنیا ازتون سپاس بذارم واقعا ازتون ممنونم به خاطر مرسی. برنامه بسیار زیبایی که تهیه میکنید ساعتها سخن. کار میبره ولی بسیار از شما متشکرم چون که شنوندگان بسیار زیادی داریم که حفظ. شما رو دوست دارن و بیست. ما هم علاقه هستیم که برنامه شما ادامه داشته باشه بسیار خوشحال هستیم که ما رو به عنوان دوست خودتون و همکار خودتون انتخاب کردید کاملا مرسی مرسی از شما, شما. مرسی از همه شاد شما. باشید موفق و پیروز باشید خدا نگهدارتون خدا, نگه خدا نگه دوستان عزیز میرسیم به پخش آگهی تجارتی و بعد بریم سراغ بخش نیازمندی ها با یک دنیا تشکر تمام تمامی شما که تا این لحظه در کنار مادر برنامه رادیو و وب تی وی همسفر It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.